با یکی دوتا دوستا آمدیم زندانی شدن آریانا سعید در میدان هوایی کانادا و حقیقت پشت پرده یان که باور نمی کنید. آیا حمله این شخص به آریانا سعید در میدان هوایی کانادا حقیقت دارد و چرا این اتفاق برای خانم آریانا سعید افتاد؟ ویدیو را لایک کنید و در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. خانم آریانا سعید که بیشتر اوقات خود را در سفر و گشت و گذار سپری می کند، این بار در استوری از سفرش به کانادا خبر داده بود. آریانا سعید که یکی از آوازخوانان بسیار پرحاشیه در افغانستان است، تا یک سال گذشته بیشترین کانسرت ها در اروپا و آمریکا را داشته است و از این لحاظ میشه گفت ریکارد بسته است. در کنار آریانا سعید، قیس الفت هم از دیگر آوازخوانان است که در طول یک سال گذشته کنسرت های فراوانی داشته است. بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان و فرار قابل توجه مردم از افغانستان به کشورهای خارج، باعث شد تا تعدادی از هنرمندان افغان کنسرت هایشان را دوچندان بسازند. آریانا سعید هم یکی از هنرمندانی بود که در این موضوع پیشقدم شد، هرچند که از او انتقادهای زیاد هم شد. اما حالا خبرهایی از دستگیری آریانا سعید در صفحات اجتماعی نشر می شود و در تصاویر دیده می شود که خانم آریانا سعید در سفرش به کانادا انگار دچار مشکل شده و از سوی پلیس کانادا توقیف شده است. بیشتر کاربران در رابطه به این موضوع نوشتند که آریانا سعید در کنار هنر آوازخوانی یک تجار است، اما تجار کالاهای نامتعادل. خبر دستگیری آریانا سعید در حال دست به دست می شه که هنوز از دلیل دستگیریش خبری نیست. اینکه چرا او از سوی پلیس توقیف شده است چیزی گفته نشده، ولی بر طبق این اخبار آریانا سعید با نامزدش حسیب در میدان هوایی کانادا از سوی پلیس توقیف شده است. با گفته این کاربران، شخص در میدان هوایی به آریانا سعید حمله کرده است. البته این گفته یک کاربران رسانه‌ای شمایی است که بیشتر در حد یک شایعه است، اما خبر دستگیری خانم آریانا سعید به صورت گسترده در صفحات شمایی دست به دست می شود.